نترسید، زیرا خدا جهان را به چنین شیوهی دوست داشت که پسر یگانه‌اش را به ما به عنوان هدیه داد. این کریستیانوسی نیست، خدا همسر ندارد. او پسر یکتای خود را به همه کسانی که به او ایمان دارند نمی دهد تا همه نابود نشوند، بلکه تا همه آنان حیات جاودانی و ابدی داشته باشند. شما که از انجام آیین‌ها و نمازها و تکرارهای زیاد خسته شده اید، این آرامش را قبول کنید و نجات دهنده را بپذیرید. عیسی راه است. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. از خدا بترسید و او را جلال بدهید، زیرا ساعت قیامت او فرا رسیده است. تنها یک خدا، خدای خالق است و کلمه در آغاز کلمه بود و همچنان در حال بودن است. و کلمه با خدا بود. و کلمه خدا بود. او در آغاز با خدا بود. همه چیز توسط او آفریده شد. بدون او چیزی از آنچه آفریده نشد. بترسید و او را جلال بدهید، قیامت او فرا رسیده است. ساعت قیامت فرا رسیده است، برادر، خواهر. ابتدا با مردگان شروع می شود، سپس به زندگان می رسد. کلام خدا می گوید، زندگان می دانند که مرگ خواهند کرد، اما مردگان چیزی نمی دانند. در مرگ دانش وجود ندارد. جامعه نو ساعت داوری او رسیده است. نام ما هر لحظه عوض می شود. روح شما چطور است؟ قلب شما چطور است؟ همیشه به آب تصفیه کننده نیاز داریم، یک جایگزین که بتواند ما را نمایند. چه خوشحالی که این جایگزین را داریم. آیا به یاد دارید که زمانی که ابراهیم فراخوانده شد تا پسرش را قربانی کند، یک گوسفند ظاهر شد تا جایگاه پسر را بگیرد؟ وی جانشین بود. پسر ابراهیم نمرد. مریم نه. روح شما چطور است؟ ما در خطر زندگی هستیم. در فردا نمی دانیم زنده یا مرده خواهیم بود. شیطان دشمن نویسنده جنگ است. از جنگ و تضادها لذت می بارد. خدا محبت است. خدا، پدر، پسر و روح القدس یک خدا متحد و بی انتها است در همه زمانها. مریم نه، در زمین استراحت می کند. نباید پرسش شود. او در بهشت نیست. او یک زن خوب بود، اما مرده است، خوابیده است. و او را تمجید می کند. بسیاری از مردم در گذشته مراسم و آیین‌هایی را انجام می‌دادند، اما ما این کار را نمی‌کنیم، زیرا عیسی به انجام آن رسید و او برای ما مردگان شد. بنابراین ما حیوانات را پیشنهاد نمی‌دهیم، بلکه قربانی‌های روحی ارائه می‌دهیم. ما خدا را با عطر نیز ستایش می‌کنیم و همچنین با دود، اما قربانی‌های سپاسگزاری و کلمات تشکر ما نیز متعلق به ما هستند. اما هر چیزی که خدا داده است، مانند فرامین اخلاقی، مانند ده فرمان، ما اینها را رعایت نکنیم و همچنین دیگر آیین نامه ها برای روزمره. خدا منطقی است و نمی خواهد چیزی را که سخت برآورده نمی کند. اما اگر این اصول را نقض کنید، به قانون گناه تجاوز کرده اید و این یک نقض دقیق است. با کمک او ما می توانیم از گناه دست بکشیم و به نحوی زندگی کنیم که خالق ما را خوشحال کند. در یکی از این فرمان ها گفته شده است که باید یک روز از هفته منتظر بمانید، زیرا در آفرینش هنگامی که خداوند جهان را آفرید، او جهان را در 6 روز آفرید و در روز هفتم استراحت کرد. بنابراین تا به امروز
نام روزهای هفته این را منعکس می کند. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، روز هفتم شنبه. خدا آرام بود. خدا خسته نمی شود روش بیان کار نمونهای انجام داد. پیبرم خسته ای دارد، خودش انجامش می دهد تا نمونه بیاورد. بنابراین هفته یک روز استراحت نکنیم، زیر خدا این را فرمان داده است. او نمونهایی داده است. این برای همه خانواده هاست. اما دوباره نگه داشتن یک روز به صورت خارجی کافی نیست. اگر در دلم افکار منفی داشته باشم و در دلم آرامش نباشند، به آب، منبع آبی نیاز دارم تا پاک شوم و احساس آرامش کنم. و او این چشم تمیز و پاک است که گناهانی که من انجام داده ام را پاک می کند. بنابراین وقتی شما به همه آنچه به او ایمان دارید ایمان می آورید، پس وقتی ایمان می آورید می توانید به عنوان نماد، به عنوان نشانه آن تعمید بخورید، در آب فرو روید. تمام بدنش وارد آب خواهد شد و سپس بلند خواهد شد. وقتی این اتفاق می افتد، از ترس ها و وحشت های خود آزاد خواهید شد. آیا نجات یافتم؟ شما اطمینان نجات را خواهید داشت و زندگی رنگ واقعیت جدیدی خواهد گرفت. عیسی گفت: من راه، حقیقت و زندگی هستم. هیچ کس به پدر نمی آید مگر از طریق من. او راهی است که به نجات هدایت می کند. عیسی بیش از یک پیامبر است. او پسر خدا است. او از یک دختر دوشیزه متولد شد. این یک راز است. اما کلمه خدا این است که ما اعتقاد داریم او از یک دختر دوشیزه متولد شد، زندگی کاملی داشت، یک گوسفند کامل بدون لکه قربانی شد، بنابراین او مرده. وی به آسمان برده شد و اکنون در آسمان حضور دارد. به زودی با قدرت و جلال بزرگ در ابرهای آسمان باز خواهد گشت و همه چشمها او را خواهند دید و تعجب و احترام خواهند کرد. برای تحقیق درباره مسلمانانی که عیسی را پذیرفتند، می توانید ویدیویی در یوتیوب به زبان انگلیسی را با زیرنویس ترجمه شده به زبان خودتان مشاهده کنید. آیا این چنین است که آنها درباره این کتاب مقدس این کتاب می گویند؟ پروردگار نشان بده. شاید رویا بدهی تا ببینن عیسی کیست. میخواهم بشناسم و این رویا را وقتی به تو داده میشود رد نکن با گفتن اینکه عیسی پسر خدا نجاتت انداد است. تو را به همراهی در دعا دعوت میکنم. بیایید زانو بزنیم و تو بعد از دعای من جملات را تکرار کنی. من قصد دارم به طور منظم دعا کنم و اگر میخواهید میتوانید آنچه که من میگویم رو تکرار کنید. ای خداوند خالق، به خاطر تمام نقصها و گناهانی که تا کنون انجام داده ایم میخواهیم آمرزش بخواهیم و تو را به خاطر بگیریم. به ما ظاهر شو. میخواهیم تو را بشناسیم. آیا تو پسری داری؟ حقیقت را فهمیم. خودت را آشکار کن. ما را بغل کن. حقیقت را به ما نشان بده. به نام عیسی. آمین. در ویدیو بعدی ما شاهد ادامه این پیشرفت حقیقت خواهیم بود. خداوند برکتتان دهد. از خدا بترسید و او را جلال بدهید.